هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اگر انسان به سیرت انبیای پروردگار نگاه بکنه تک تک ببین به گونه ای تا جایی که حتی توصیفشون هم شده که اومدن بر والدین کردن، یعنی قدیم به همون صورت که مثلا اقامه نماز میکردن میومدن زکات رو مثلا اهمیت بهش میدادن، در قضیه توصیفشون به خوبی ازشون تعریف شده که بحث و برم به والده، این که اینها به نسبت والدینشان انسانهای پاکی بودن اومده است. حالا چه در بحث این مدها چه در بحث دعاهای خودشون، مثلا اگر ما نگاه بکنه به شیخ المرسلین نوح علیه السلام، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، قشنگ بحث والدین رو در دعاش فراموشته میکنه، ذکر میکنه. دیگر نوح علیه السلام به عنوان اولین فرد رسول، چون قبل ایشون رسولی نبوده، نبی بوده، اولین فرد رسول، چون فرق است بین نبی و رسول، به مقام رسالت مقام بالاتر از نبوت هست، تو دعاشون این گفته رو میگوید نوح علیه السلام. همچنین نبی الله ابراهیم علیه السلام دعاش مشهور و معروف، با اینکه برخورد پدرش همیشه تون بوده در قبال ابراهیم علیه السلام، ولی سعی میگه همیشه با مدارا با او به خوبی برخورد بکنه. سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا سلام علیک، این کلمات زیبای او بازم در قرآن وجود داره که همیشه شنیدیم. و فرزند مطیع ابراهیم هم زیباست، وقتی دستور به ابراهیم داده میشه که فرزند رو ذبح بکنه، اطاعت فرزندش هم خیلی زیباست. قضیه ذبح هست، سربریدن است، لیکن بازم خیلی زیبا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدن ان شاء الله من الصابرین، پدر انجام بده، دستور پروردگار است. اینم از بر والدینی که بازم اگر ابراهیم با پدرش چنین بر میکرده نیکی بود، همین نیکی هم از فرزند قشنگ مشاهده میشود. و در مدح نبی خدای یحیی بن زکریا آمده علیه السلام، و برم به والده ولم یکن جبارا عصیا، بازم بحث بر و نیک. خلاصش بکنیم، بیایم در مورد خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، در سفری از مسافرت ها که سفر جهاد بود، او در کتب احادیث وارد شده، وقتی به جایگاهی رسیدن که مادرشون در اونجا دفن شده بود، جهت زیارت قبر مادر رفتن. بعد از حاضرشون در اونجا فقط به صحابه گفت که پروردگار اجازه گرفتن از پروردگار که طلب استغفار بکنم، طلب استغفار به من داده نشد، لیکن اجازه زیارت قبر مادرم داده شده، اجازه زیارت و آمدن داده شده. اینم از نشان دهنده بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. حتی بعد از شرح میگن که از میدان، نه که میدان جهاد باشه مستقیم، بلکه از اماکانی که لشکریان جمع بودن، از همونجا خارج شد که صحابه بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم کجا میره با این وضع، کجا رو حرکت میکنه.
که بعد مشاهده بر سر قبری آمد و سوال شد، گفت که بله این قبر مادر من است و این اجازه خواستم، لیکن پرورده چنین اجازه رو به من ندادم. و ما میان صحابه که حالا انشاءالله در میان صحابه کم و بیش بهش اشاره خواهیم کرد که هر کدوم به گونه های متعدد در بر والدینشون زبان زد بودن، که در رأسشون شاید ابو هرره دیگه مشهور و معروف باشه رحمه الله، که میگن وقتی در روایت صحیح میخونیم وقتی میخواد از خونه بیرون بره وقت میومد و در اتاق مادرش میستاد و میگفت سلام بر تو ای مادر و رحمت خدا و برکات. مادرم قشنگ جواب میداد در همون موقع، علیک السلام یا ولدی و رحمت الله و برکاته. به مادرش میگفت مرو خدا رو مرو رحمت تو رو قرار بده که مرا در کوچیک بزرگ کردی. فتقول، مادرم میگفت رحمک الله کما بررتنی کبیرا، خدا هم تو رو مرو رحمت قرار بده که در سن پیری در حق من چنین نیک هستی. ابو هریره رضی الله عنه این عادتش بود، همیشه نسبت به مادرش چنین برخوردی رو داشت. حال بیم سر وقت ثمره ها که زیاد بود، حالا چند تاشو به اختصاص می‌دیم و بیانش می‌کنیم به حول الله و قوته. از ثمره ها و نتیجه ها میشه اشاره کرد به بحث این که انسان با بر به والدینش اولین نتیجه گیری که خواهد کرد این که اطاعت پروردگار کرده، این که مطیع امر پروردگار شده. و وصین الانسان به والده حسنا یا احسانا در جای دیگر قرآن، و قضا ربک الا تعبد الا اياه و بالوالدین احسانا. این آیات خود گویا این است که داره خدا به ما توصیه میکنه و علامه میگه منظور از این قضا یعنی چیست، معناش یعنی به معنای امره که بر شما امر کرده، بر شما واجب کرده که این کار رو انجام بدید، نه که فرد سنت بدونه، بلکه به عنوان معنی اوجبه هست که بر شما واجب قرار داده این کار و این وظیفه رو انجام بدید. پس داریم توصیه پروردگار، حکم پروردگار رو زمانی که اطاعت والدین میکنیم داریم اجرا میکنیم. پس اولین ثمرش این که تونستیم امر پروردگار رو به جا بیاوریم. در حدیثی بازم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که طاعت الله طاعت الوالد و معصیت الله معصیت الوالد. اگر شما میخواین اطاعت خدا رو داشته باشین، اطاعت پدر رو داشته باشین. حالا کلمه والد گفتیم میتونیم اطلاق بر پدر و مادر باشه، و به همون نسبت اگر معصیت و تخلف از امر مادر و پدر باشد، گویا تخلف از امر پروردگار کردیم. عکس درست قضیه. پس این ثمره اول. ثمره دوم میشه اشاره کرد به جلب رضای خدا. بعد اینکه تونستیم امر خدا رو اجابت بکنیم، مورد بعدی تونستیم رضایت خدا رو هم کسب بکنیم، یعنی با بر والدین، نیکی به والدین، رضایت پروردگار رو کسب کنیم. این حدیث رو در جلسه قبل هم تکرار کردیم، رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخط الوالدین. رضایت خدا در اینه که انسان والدین رو راضی بکنه، خشم خدا هم در اینه که انسان خدای نخواسته بخواد والدین خودش رو خشمگین بکنه. اگر اونها ناراحت شدن یعنی خشم خدا. گفتن اگر میزانی میخوام یه موقع قرار بدیم برای خودمون در رضایت پروردگار، یکی از میزان ها اینه آیا پدر و مادر از ما راضی هستن. اینه به اون معنی که حتما زبونی ما بگن، یعنی عملا خودمون احساس بکنیم واقعا ما راضی هستن. طبیعیه که پدر و مادر شاید به طور عادی روشون نشه به انسان بگن، کجا دل مادر میشه بگه بله من اصلا راضی نیستم، الا اینکه دیگر واقعا موردی باشید فرزند اونقدر معصیت کرده باشه، تخلف از امور والدین کرده باشه که دیگر والدین آخر اینو بر زبون بیاره. پس یکی از میزانهایی که بدونیم خدا از ما راضی هست اینه که سعی بکنیم والدینمون راضی بکنیم که رضای خداوند در رضای اونهاست. البته بدونیم گفتیم در صحبت قبلی هم هر جا پاداش و اجر عظیم است عکسش هم داریم، یعنی تخلف معمولاً به همون نسبت هم میتونه جرم رو سنگین بکنه. به این دلیل در حدیثی میخونیم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اشاره فرمودند که ثلاثتون لا ينظر الله علیهم یوم القیامه، سه نفرن که روز قیام خدا با اونها نگاه نمیکنه. اگر از اون جانب رضایت خدا رو ایجاد میکنه، از این جانب خشم رو اینقدر ایجاد میکنه که خدا به این انسان نگاه نخواهد کرد. لا ينظر الله علیهم،
نگاهی به اونها نمیندازه. انسان محتاج در ساحت قبل نگاه پروردگار، لیکن میفهمد ثلاث لا ينظر الله لهم يوم القيامه العاقل والده. اولین مورد این ذکر کرد، کسی که حقوق والدین رو انجام میدهد. بعد گفت مدمن الخمر والمان عطاءه، اون مشروب خار که همیشه عادت داره مشروب بخوره، و اون کسی که وقتی هدیه میده کسی چیزی میده به منت میگذارد. بعد ادامه دادن فرمود و ثلاثه لا يدخلون الجنه و سه نفرند وارد بهش نمیشن. بازم در مورد اول بازم گفت العاقل والده، قشنگ حدیث پشت سر همه، هم نگاه نمیکنه هم وارد بهش نمیکنه. بازم مورد اول فرمود العاقل والده، بعد فرمود الدیث و الرجله من النساء. دیوس کسی که میفه خانواش مرتکب فاحشه میشود، مرتکب خلاف میشود، سکوت میگه بر قضیه. و مورد سوم زنانی که سعی تشبیه داشتن در راه رفتن خودش تشابهی داشته باشن، موقعی راه میرن راه رفتن شکل راه رفتن مردان داشته باشه. اینو هم میگه این سه نفر هم وارد بهش نخواهند شد. پس اینه که این دقت هم داشته باشیم که همیشه اگر پاداش عظیم است توبیخات هم معمولا شدید میشود به نسبت همون قضیه. مورد بعدی اینه که میتونه اسباب شکرگزاری خدا ایجاد بکنه، انشکر لی و لوالدیک. بنده شکرگزار کسی است که بتونه از پدر و مادر تشکر بکنه. البته خیلی از ما میگن خب ما رومون نمیشه، خب الان عملا سعی راضیشون بکنیم. چطور یک فرد غریبه که خدمت ساده به انسان میکنه، حالا تو اداره باشه جایی باشه، یه خدمت ساده فورا به دست و پا افتاد چطورش تشکر بکنیم؟ به هر طریقی شده میخوام تشکر ازش بکنیم. به قول خودمون با بهتر زبان و کلمه که بلدیم، ولی نوبت والدین که رسید طرف میگه من شرم میکنم. مثل خیلی از قضایا ها که میگن مثلا تو خونه رفتن سلام بکنیم، میگه خب صبح یک بار سلام کردم کافی هست، یا روم نمیشه حتما سلام بکنم یا دستشون رو بگیرم. این قضایا اگر تا حال نکردیم سعی بکن واقعا عادت بدیم تشکر کردن از والدین. نمیگم اون اصطلاحات رسمیشو بگیم، ولی با همون کلمات ساده عامیانه ای که خوب بین خودمون رواج داره همونش تشکر بکنیم، که قدردانیشون بکنیم. که وقتی که محدوم ترین کلمات نزد پروردگار الحمدلله هست، افضل الدعا الحمدلله، پس به نسبت همین قضیه قضیه شکرم هست در کنارش دیگه. این که انسان از والده تشکر بکنه به زبانیش تا برسد نوبت عالم عملیش. و ابن عباس در مورد همین آیه خیلی نکته جالبی میگه، میگه که ثلاث آیات مقرونات به ثلاث لا تقبل واحده بغیر قرینه ها. سه تا آیه هست که سه تا آیه در کنار هم دو تا کلمه ذکر شده که این یکی بدون بعدش قبول نیست. یعنی اگر میخوایم اولی از مون قبول بشه دومی باید حتما انجامش بدیم. بعد میگه یک و اطیع الله و اطیع الرسول، و اطیع الله و اطیع الرسول. دو و اقیم الصلاة و آت الزکا. سه و انشکر لی و لوالدیک. سه تا آیه. اولیش میگه اطیع الله و اطیع الرسول. ممکن نیست که فرد بخواد مؤمن بمونه ها، مؤمن بخواد بمونه بگه من فقط به اولیش کار دارم، کار به حدیث ندارم. ممکن نیست انسان مؤمن بتونه بمونه، ممکن نیست. از اصولیات دین ما اینه، از اصولیات یادمون باشه به هیچ وجه من الوجوه که فرد من فقط معتقد به قرآنم، مثلا به نظر خودش تو احادیث اختلاف است من نمیفهمم پس من حدیث رو قبول ندارم، این انسان در ایمانش شک هست، باید به ایمانش بر بگرده. تو نمیفهمی در امور حدیث ولی باید معتقد باشی، چون رسول الله صلی الله علیه و آله مبین قرآن است، توضیح دهنده قرآن است، و ممکن نیست تو قرآن رو بخوای بفهمی بدون رسول الله صلی الله علیه و سلم، بدون فهم صحابه رضی الله عنهم اجمعین. پس این انسان ایمانش مقبول نیست که بخواد فقط من قرآن رو قبول دارم. داریم در ساحت قرآنی هایی که فقط ادعای قرآن رو دارن، اینها مؤمن نیستن، اهل ایمان نمیتونن باشن. حالا اگر جهل دارن باید تفهیم بهشون کرد. بین ابن عباس میگه که این دوتا اصلا مجزا نمیشن، اطیع الله و اطیع الرسول. بعد و اقیم الصلاة و آت الزکا.
نماز رو بخونه، زکات هم در کنارش. این که دلش خوش باشه که بله من نماز میخونم، سجده و رکوع میکنم، ولی موقع دادن اون دست در جیب کردن حق رو بخواد ادا بکنه، دست تو جیبش نمیره، این کارش رو مشکل کرده. جفتش با لفظ اقامه اومده است، اقیم الصلاه، یعنی گویا لفظ اقامه انسان رو داره تحریک میکنه که همونطور که اقامه نماز میکنی در دادن زکات هم وظیفت هست. و مورد سوم که بحث اصلی ماست، انشکر لی ولی والدیک، اگر تشکر از خدا میخوای بکنی، شکر گزار خدا میخوای باشی، شکر والدین نکته بعدیش، این دوتا باید کنار هم قرار بگیره. اونطور که ابن عباس به عنوان اندیشمند اسلام مفسر قرآن رو توضیح میده، این نکته سوم در قضیه که انسان با تشکر از والدین، حالا گفتم چه زبانی چه عملی، شکرگزار خدا هم بوده. نکته بعد که میتونه از ثمرات و نتایج بر والدین نیکی به والدین باشه، برکت در رزق روزی انسان، برکت در رزق روزی انسان. انسان در پی خیلی چیزهاست که بتونه این خیر و برکت ها رو در زندگیش ایجاد بکنه، حالا چه اول زندگیش باشه، جوانیش باشه، پا هم به سن گذاشت. اینه لحب الخیر لشدید، به طور طبیعی انسان حب مار رو دارد، لحب الخیر لشدید با اون شدتش هم. حال اونی که تو تنگنا قرار داشت، این نکته برش خیلی مهمتر باشه البته. حال یکی از نکات اینه که اسباب رزق روزی باشد که برکت توش بیفته، قضیه بر والدین است. اما در کل اینو بدونیم، در کل خود صله رحم کلا میتونه اسباب خیر و برکت باشه، و بالاخصش بحث خود والدین، من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسع له فی اثره فلیسر رحمه، کسی که دوست داره رزق روزیش پر برکت باشد و عمر طولانی داشته باشه، صله رحم به جا بیاره. حالا وقت عموم صله رحم چنین جایگاهی داره، میام به اخص صله رحم و مهمترین قسمت صله رحم میچسبیم که والدینه، که اهم مهمترین قسمت بحث صله رحم است دیگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد که حدیث انس بن مالک در مسند امام احمد میفرماید من سره ان یمد له فی عمره و یزداد له فی رزقه فلیبر والده ولیصل رحمه، کسی که دوست داره خوشحال میشه که عمر او طولانی بشود و رزق روزی او زیاد بگردد، بیاد در حق والدینش نیکی بکنه، بره حالا هر با کلمه عام به خودش، در حق اونها نیکی بکنه تا خیر و برکت ها رو ببیند. حالا این خیر و برکت میتونه یک موقع دقیقاً با رفتن ارقام پول واقعا باشه، مال و منال فرد باشه، عملا مشاهده میشه، میتونه به این گونه باشه که فرد واقعا ثروتمند بشه، اصلا خدا مال بهش بده، و یک موقع هم میبینیم اون برکت به معنای دیگرش، این که این انسان به اون مقداری که بهش داده راضی است، یعنی یه دلخوشی داره، همیشه احساس آرامش داره، حرص دیگران رو نمیخوره که چرا دیگران بیشتر از من دارم، من به اندازه خودم دارم، زندگیم خیلی عادی میگذره، حیات طبیعیمو دارم، هیچ دغدغه‌ای درونی ندارد، حسرت دیگران نمیخوره، حرصم ندارد بر قضیه، یعنی یک آرامش داره در وجود خودش این انسان، به برکت چی؟ همون قضیه بر والدینش. پس این انسان هم تونسته از ثمره برکت در رزق روزی سهم داشته باشه. و یه نکته ای که حکما زیاد تأکید روش میکنن و عملا باید انسان میبینه، آدم هایی که شاید تقوا مشکل داشته باشن، اهل فسق و فجور باشن، ولی از یک جانب بر والدین دارن، شاید دنبال معاصی متعددی باشه، ولی در حق والدینش اگر خوب هست، حکما میگن تاریخ این طور اثبات کرده که در قضیه مال ثروتمند بودن معمولین انسان ها با فجورشون فسقشون، ولی ثروت داشتن، چون در قبال قضیه تونستن بر والدین بجاره. این نیست که انسان میگه پس فجورشو تایید بشه،
ولی اون ثمره قسمت برواله سر جای خودش دقیقا میمونه. حالا اگه بخوام این قضیه برکت و رزق و روز یه طرف قضیه، گفتیم قسمت دوم حدیث هم روی بحث عمر در گذاشته، دست گذاشته روی عمر انسان که حتی عمر او چه بشود؟ طولانی بشه. یزدان له فی عمره، عمر این انسان هم دراز بگرده. حال منظور ازدیاد عمر چی هست؟ دو تا تفسیر علما برای قضیه ازدیاد عمر انسانی که بر والدین رو به جا میاره میکنن. یه تفسیر به معنای اینه که در نزد پروردگار در لوح محفوظ پرونده‌ای هست، همون لوح محفوظ مشهور و معروف، و پرونده‌ای در نزد فرشته ها. نزد فرشته اگر نوشته 60 سال، لیک مقید شده که اگر این انسان بر والدین رو به جا آورد، صله رحم رو به جا آورد، عمر این انسان از 60 سال به 70 سال اضافه خواهد شد، 10 سال اضافه خواهد شد. فرشته منتظر ببینه این فرد چه کار خواهد کرد. اما در لوح محفوظ مشخص و معینه، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، این تفسیر برش کردن که این ازدیاد عمر در اصل در پرونده بالا هست، اما فرشته نمیفهمه زمانی که انسان بر والدین رو انجام میاد، به جا میاد، صله رحم رو میکنه، دعا میکنه، این قضیه تأثیر میگذاره، فرشته متوجه میشه که باید عمر این انسان 70 سال باشه. این یک تفسیر برای طبق این آیه تفسیرش کردن. اما تفسیر دوم که بعضی اینو بیشتر ترجیح میدن، همون خیر و برکت تو عمر این انسان افتادن، زندگی پر برکتی داشته باشه. عمری که داره، لیکن عمری است که وقتی در میزان این انسان تو با دیگران مقایسه میکنی، زمین تا آسمان فرق میکنه. خب نام امام نووی، ما همه ما حفظیم تو دنیا، هر جا بریم اگر اسمش که بلد علما نباشه، اسم امام نووی همه بلدن. اسم کتاب ریاض صالحین در هر جای دنیا شما بچرخید، این کتاب هست. از استرالیاش بگیری تا کاناداش بگیر، هر جای برین این کتاب وجود داره. شما به من بگید مگر چند سال داشت؟ 45 سال بیشتر داشته؟ 45 سال. اما برکت تو عمرش چنین نتیجه داده، این همه پر برکت است. پس خیر و برکت در عمر اون انسان که عمرش پر برکت و پربها باشه. یه انسان میبینیم با یه عمر 45 سال هزاران خدمات انجام داده، هزاران کار نیک و عمل صالح انجام داده، یکی 70-80 سال عمره، شاد نه که تنها خیریم و اسباب شرم ایجاد کرده، متاسف شرم یه تو جامعه بود اصلا. اگر بگیم به سوی دین دعوان نکه، دین زدای هم ایجاد کرده اصلا، دیگر از مسیح متنفر کرده، از دین متنفر کرده، با اینکه 80 سال عمره، 70 سال، بیم دو برابر عمر امام نووی عمر هم داشته. پس اون ازدیاد و خیر و برکتی که در عمر این فرد واقع میشه، واقعا توفیق پیدا میکنه که اعمال صالح انجام بده، توفیق پیدا میکنه، توفیق پیدا میکنه گناه نکنه، چون بر والدین دو انجام داده، همون برکت ازدیاد در عمرش. و ابن قیم رحمه الله خیلی جالب میگه، میگه که اصل برای این نیست که کثرت خود عمر باشه، که بلکه همون خیر و برکت در عمر بر اشاره میکنه به اعمار امتهای گذشته به نسبت اعمار امت ما. مشهور و معروف حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله به نسبت عمر ما 60 تا 70 سال تا اعمار امتهای گذشته تا 1000 سال میرسه، درسته؟ ولی با این حال من امت رسول الله صلی الله علیه و آله اول بهش میره. اون برکتی در عمر امت رسول الله هم در عمل کردشون وجود داره، که عملی که انجام میدن مثل ماه رمضان دیگه، مثل شب قدرشون که پاداششون چندین برابر خواهد شد. پس اینه که این خیر و برکتی که اشاره میکنن و توفیقات این فرد بودن پیدا میکنن. و نکته آخر در این مورد این که این انسان معمولا ذکر خیر زیاد هم خواهد شد. این انسانی که بر والدین داره، ذکر خیرش هم چه در حیاتش، کلمه در برکت عمرش باشه، چه بعد از حیات، معمولا خیلی پر برکته. همه زبان زد انسان ها در خوبی و احسان این فرد، خیلی انسان محسن خوبی هست، خیلی فرد نیک خوبی بود اصلا. و مورد آخری،
از نتیجه و ثمرات بر والدین اینی که دعای انسان جزو دعاهای اجابت شده مادر هاست، که مادر اگر دعا کرد بر انسان یا پدر، اون دعا آثار نیکش بر طول زندگی انسان باقی خواهد موند. ابوالفتح رازی از علمای مشهور و معروف خاصا در لغت و فقه، به اصطلاح ما ایران همولاتی یا همولایتی ماست، از اهل ری است، زمانی که مرکزی برای علما بود، میگه که من در دوران کودکی که مکتب خونه میرفتم زبانم لکنت داشت، هرچی سمیم قرآن رو خوب بخونم لیکن زبانم راه نمیداد اصلا. سوره فاتحه خیلی سخت یاد میگرفتم، بعدم فراموش میگرم یا زبانم میگرفت. استادم خسته شد، یه روز من گفت بیا پیشم، استاد مکتب خونه، گفت که مادر داری؟ گفتم بله. تو گفت این همه زبان لکنت داره و اذیت میشی، برو به مادرت بگو برای دعا بکنه. میگفت من این نصیحت استاد رو به گوش گرفتم و نزد مادرم رفتم، گفتم استادم به من گفته که به شما بگم برام دعا بکنیم که من در آموزش یادگیریم این وضعیتی که الان دارم تغییر بکنه. میگه مادر از ته دل برام دعا کرد. سالیان گذشت، من رفتم بغداد، کسب علم کردم، لغت عرب رو دقیق یاد گرفتم با فصاحت و زیباییش، علوم فقه رو یاد گرفتم، برگشتم به ری، در مسجد جامع ری نشستم. علما از اماکن متعدد خراسان و جاهای دیگر می اومدن برای کسب علم، صحبت می کردم، توضیح می دادم و بیان می کردم. من جمله کسانی که دیدم در حلقه درس حاضر شد همون استاد دوری مکتب خونه من بود، شناختمش. بعد از اتمام درس شنیدم که به بغل دستیش میگه که خوش به حال این شیخ که این همه زیبا صحبت میکنه و اینقدر زیبا داره حرف میزنه و بیان میکنه و توضیح میدهد، کاش میشه ما دو سوال بکنیم که تو چه کار کردی که به این جایگاه رسیدی. ابوالفتح رازی میگه اگر شرم و حیا وجود نداشت که مانع بشه برم بهش بگم، میرفتم به همین استاد دوری مکتب خورم میگفتم که خودت به من گفتی برو به مادرت بگو دعا برات بکنه. بهش میگفتم اگر مادر داری برو به مادرت بگو برات دعا بکن، لیکن حیا مانع شد چون سنش خیلی از من بیشتر بود، دیگه این جمله بهش نگفتم و الا بهش میگفتم برو به مادرت بگو برات دعا بکنه. این نقش دعای مادر در حق انسان. سبحان الله و بحمدی، سبحانك الله و بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند.